سلام، اسم من نازنینه. امروز میخوام براتون یه قصه بگم به اسم پدی ماهیگیر. اه اه اه، همش تقصیر این کرونای لعنتی بود. کلی درس خوندم تا بابام یه قلاب ماهیگیری برام خرید. من چه میدونستم همه جا قرنطینه میشه. فکر میکردم میریم دریا و یه عالمه ماهی میگیرم و یه ماهیگیر خفن میشم. بدتر از اونی که بابای آدم مثل یه ماهی شکار شده هی از کرونا بترسه. 3 روز بود که کرونا شروع شده بود. بابا با نایلون آشغال برای خودش یه لباس مسخره درست کرده بود. فقط چشماش دیده می شد. عین زامبیا تو خونه می چرخید و همه جا الکل می زد. 3 روز بود که از خونه در نیامده بودیم. گفتم پاشو بریم دیگه، می خوام ماهی بگیرم. بابا همونطور که داشت یه سیب خراب و الکل می زد گفت من می ترسم برم نون بخرم، اون وقت می خوای بریم ماهی گیری؟ نمیشه، قرنطینه است. گفتم آخه با این قلاب کجا ماهی بگیرم؟ گفت نمیدونم، بشین تو بالکن ماهی بگیر. حالا خوب شد خونه ما طبقه 4 روم بود، از تو بالکن راحت میشد قلاب انداخت. روبروی ما یه خونه قدیمی بود که توش پر از درخت پرتقال بود. پرتقالا برای خودشون رو درخت مونده بودن. چند بار قلاب رو پرت کردم تا بالاخره به یکی از درخت رسید. یه چیزی گیر کرده بود. محکم قلابو کشیدم. یه شاخه کوچیک کنده شده بود که روش 3 تا پرتقال داشت. به به. اما وقتی اونو بالا کشیدم دیدم هیچی تو قلاب نیست. کار آقا منصور بود. پیرمرد طبقه اول. از ترس کرونا یه سطل ماست بزرگ گذاشته بود سرش و جای چشما و دماغش هم سوراخ کرده بود. این یک روح شده بود که توی فریزر یخ زده باشه. روح یخ زده تا دیده بود 3 تا پرتقال تو هوا ول میچرخه، پرتقالا رو از سر قلاب کنده بود. پیرمرد گفت به به، چقدر رسیده است، برم ضد عفونیشون بکنم. توی بالکن که بودم 7 تا پرتقال دیگه هم شکار کردم، اما همشون به چنگ روح سطل ماستی افتادن. آقا منصور تو طبقه اول تنها زندگی میکرد. گفت پدی جان خوبی؟ چه کار میکنی؟ صداش از توی سطل مسخره مثل روح واقعی شده بود. گفتم آقا منصور دل درد نشین، انقدر پرتقال میخوری. خودشو به نشتیدن زد و رفت. روز بعد از خرابه کنار باغ پرتقال یک گلدون پلاستیکی به قلابم گیر کرد. با خودم گفتم آقا منصور گلدونو که نمیخوره، میتونم گلدونو به بابام بدم که خوشحال بشه. اما تا سر قلاب به طبقه اول رسید پیرمرد چسبید به سر قلاب. بعد گلدونو برداشت و گفت چه خوب، توش سبزی میکارم. سرمو از بالکن درآوردم و گفتم اه اه اه، آقا منصور چرا هرچی من میگیرم برمیداری؟ منصور که داشت گلدونو برانداز میکرد گفت پدی جون به نظر توش سبزی بکارم خوبه؟ برای قرنطینه سبزی تازه دارم. بعد در بالکن رو بست و رفت. روز بعد مثل یک ماهیگیر حرفه‌ای کلی خرت و پرت گرفتم. یه مجسمه فیل نارنجی، جا کفشی چوبی شکسته، یه نایلون پر از بطری نوشابه، یه روسری زنونه و یه جا چسبی کثیف. همه‌شو منصور از قلابم کند. فقط تونستم مجسمه فیل رو نجات بدم. بابام خوشحال شد. از چیز میزای اینجوری خوشش میاد. یه روز از بالکن آقا منصور صدای گریه شنیدم. پایین رو نگاه کردم. تا منو دید گفت پدی جون کمکم کن. گفتم پرتقال میخوان یا گلدون؟ پیرمرد راست راستکی داشت گریه میکرد. سطل ماستش رو هم از کلش در آورده بود. یه شلوارک زردم تو دستش بود. گفت پدی جون شلوارکام، باد برده شلوارکامو. خودمو به نشنیدن زدم و مثل ماهیگیرا سود زدم. منصور ادامه داد 3 تا بودم، زنم خریده بود برام. بعد دوباره شلوارکشو بغل کرد و گریه کرد. دوروبر نگاه کردم، شلوارکاش رو درخت گوجه سبز همسایه اینوری افتاده بود. منصور گفت پدی جون من نمیتونم بیام بیرون، قرنطینه است، ببین شلوارکام کجاست. گفتم من میبینمش،
رو درخت افتاده. یهو صدای گریه منصور بلندتر شد. قرقره قلاب رو باز کردم. حالا دیگه وارد شده بودم. شلوارک های آقا منصور رو گرفتم و جلوی صورتش تکون تکون دادم. از خوشحالی بالا و پایین می پرید. گفت پدی جون منو ببخش. حالا چند وقت کرونا اومده و ما توی قرنطینه ایم. من ماهیگیر خوبی شدم. با قلابم اونور خیابون نون می خرم. از سوپریم خوراکی مراکی. من و آقا منصورم تو بالکنامو می شینیم و با هم پرتقال می خوریم. بعضی وقتا هم برای خنده چیزمیزای همسایه ها رو بر می داریم و بعد می زاریم سر جاش. خب قلابای ماهیگیری که همیشه ماهی نمی گیرن. مخصوصا تو قرنطینه. خب اینم از داستان امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی شب و روزتون خوش.